بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما دوستان خوبم. خب ما توی این جلسه یک سری از مباحث رو میخوایم تکمیل بکنیم. یه آزمایشی از کتاب درسی رو مطرح میکنیم و در ادامه هم چند تا سوال از بحث گرما و تعادل گرمایی حل خواهیم کرد. در مورد تعادل یک نکته خیلی مهم هم توی این جلسه به شما میگیم. با ما همراه باشید. خب بچه ها میخواییم آزمایشی انجام بدیم و توی این آزمایش گرمای نهان تبخیر آب رو به دست بیاریم. اون وسیله هایی که مورد نیازمون هست بگیم: بشر، دماسنج، سپایه، توری، پایه و گیره، چراغ، زمانسنج و آب و ترازو. خب چیکار میکنیم اول؟ اول میاییم جرم بشر خالی رو اندازه گیری میکنیم، یه مقدار معینم آب داخل اون بشر میریزیم. توری رو روی سپایه میذاریم، چراغ رو روشن میکنیم و بشر رو روی توری مطابق شکل قرار میدیم. دماسنج رو داخل آب بشر قرار میدیم تا بتونیم در مواقعی که خواستیم دمای آب رو به دست بیاریم. توی لحظه ای که دمای آب به مثلا دمای 70 درجه میرسه، زمانسنج رو روشن میکنیم. یعنی اینجا الان زمان ما صفره، زمانسنج روشن شد. از 70 به بعد میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته. صبر میکنیم تا آب به جوش بیاد. این زمان رو یادداشت میکنیم، یعنی مدت زمانی که از 70 به دمای تتا 2 که دمای جوش هست آب برسه، این زمان تی 2 رو محاسبه میکنیم، در واقع یادداشت میکنیم. خب بعد این آب چه گرمایی گرفت تا از تتا 1 به تتا 2 برسه؟ MC دلتا تتا، MC تتا 2 منهای تتا 1. بچه این گرماش از کجا آورد؟ از گرمایی که این چراغ داد. این چراغ و در واقع گرم کنه ما یک توان گرمایی داره. اگه توان گرمایی رو ضرب در مدت زمانی که گرما داده ضرب کنیم، پی ضرب در تی بشه، مقدار گرمایی که این گرم کن تولید کرده به دست میاد. خب چه مدت زمانی گرم کنه ما گرما داد؟ به اندازه تی دو منهای تی یک. تی یک زمان شروع بود، یعنی از 70 شروع به گرما دادن کردیم. تی دو مدت زمانی بود که رسید به دمای تتا دو. پس تی دوی منهای تی یک مدت زمانی هست که این گرم کنه ما گرما داده تا آب از دمای تتا 1 به تتا 2 برسه. از این طریق ما همه اطلاعات رو داریم. ببینید جرم آب رو داریم، سی آب رو داریم، تتا 1 و تتا 2 آب رو داریم، این مدت زمان رو هم داریم. پی که توان گرمایی گرم کن هست مجهوله که اینجا به دست میاریم. خب حالا می‌خوایم ازش استفاده بکنیم. ما شروع می‌کنیم در واقع گرما دادن رو ادامه میدیم تا اینکه مقداری از آب بخار بشه. زمانی که طول کشیده تا این مقدار آب بخار بشه رو یادداشت میکنیم، تی 3. و این آب یه مقدار گرما گرفت تا بخار بشه. چه مقدار گرما گرفت تا بخار بشه؟ ML V مقدار گرمی که آب گرفت تا بخار بشه. این گرما رو از کجا آورد؟ از گرم کن، PT. بچه ها چه مدت زمانی گرم کن به آب گرما داد؟ از کجا میتونیم این زمان رو مشخص کنیم؟ یه T3 داشتیم، یه T2. T2 رسیده بود به نقطه جوش، T3 مقداری بخار شده بود. T3 منهای T2 مدت زمانیه که از لحظه‌ای که آب به جوش اومده بود تا اینکه مقداریش بخار شد، اون مدت زمان تیسه منهای تی دو هست که اگه ضرب در پی بشه مقدار گرمایی که گرم کن داده تا آب بخار بشه، MLV. از این رابطه بچه ببینید پیو که توی قسمت قبل پیدا کردیم زمانها مشخصه و اون مقدار آبی که بخار شدم به دست میاریم. چجوری باید به دست بیاریم مقدار بخار شده رو؟ یه مقدار اولیه داشتیم، یه مقدار ثانویه، یه مقدار آب بود، در حالت دوم یه مقدار دیگه ای بود که کمتر از قبل شده بود. این تفاوت اینها، مقدار
جرم آب بخار شده خواهد بود که در واقع با امپیریم مشخص میکنیم. خب امپیریم مشخصه، همه اینها مشخصن و در نهایت الوی رو به دست میاریم. خب این سوال رو ببینید، گفته در ظرفی 200 گرم یخ منفی 5 درجه سلسیوس وجود دارد، حداقل چند گرم آب 100 درجه سلسیوس در ظرف وارد کنیم تا یخی در ظرف باقی نماند. خب بچه ها ببینید، این یخ منفی 5 ما وقتی بهش گرما بدیم میشه یخ 0، هنوز یخ تو ظرف باقی مونده. بیشتر که گرما بدیم یخ 0 میشه آب 0. الان میتونیم بگیم یخی در ظرف باقی نمیمونه، ذوب شده. بازم گرما بگیره این آب از 0 درجه دماش میره بالاتر، ولی ما تا اینجا میخواییم دیگه، یعنی این چیزی که الان مسئله از من خواسته تا یخی در ظرف باقی نمانه، یعنی تا اینجا. خب دوتا گرما داریم، یه MC دلتا تتا داریم اینجا، یه دونم MLF داریم. این دوتا گرماییه که ما نیاز داریم. بریم ببینیم چقدر گرما نیاز داریم بچه ها. جرممون هست 2/10 200 گرم تقسیم بر 1000، 2/10 کیلوگرم. سی یخ 2100، دما از منفی 5 میرسه به 0، در واقع پس میشه 0 منهای 5. به علاوه یه MLF، ام ما 2/10 هست، LF مون 336,000. بچه این 336 عدد خیلی خوبیه از این جهت که مضربی از 4200، 80 تا 4200. خب اینم که میشه 5، اینم 2/10، این دوش رو در این ضرب بکنید میشه 4200، 5 ضرب در 1/10 هم میشه نیم، به علاوه 80 ضرب در 2/10 میشه 16، 16 ضرب در 4200. الان میگم که چرا این کارو کردم. این مقدار گرماییه که من نیاز دارم، این مقدار گرما رو نیاز دارم تا این اتفاق بیفته. از کجا باید این گرما رو بیارم؟ باید این آب 100 درجه گرما بده. آب 100 درجه گرما بده، دماش میاد پایین، 90، 80، 70 همینطور میاد پایین. توی یه سوال یه کلمه ای گفته حداقل، حداقل مقدار آبی که من باید استفاده کنم تا اینو بتونم تأمین کنم این گرما رو. حداقل گفته، ببینید من اینجا میتونم یه مقدار آب استفاده کنم، آب 100 درجه برسه به آب 70 درجه و این گرما رو تولید کنم. خب من میخوام این مقدار آب، این ام آب کمترین مقدار خودش باشه، حداقل باشه. چیکار باید بکنم؟ باید یه کاری کنم این از تغییر دماه، تغییر دمای زیاد گرمای زیادی تولید کنم برای تأمین این، نه از جرم زیاد. من یا میتونم جرم زیاد از این استفاده کنم ولی دما مثلا از 100 برسه به 80، یا میتونم این 100 برسه مثلا به 0 و کمتر جرم استفاده کنم، بیشتر از این اختلاف دما استفاده کنم، چون این گرماش ام سی دلتا تتا دیگه. یا باید این زیاد باشه یا این جرم. من میخوام این کمترین مقدار باشه، بیشترین مقدار دلتا تتا رو استفاده میکنم. بیشترین مقدار دلتا تتایی که اینجا خواهیم داشت اینه که این برسه به ام گرم آب 0 درجه، برسه به 0 درجه تا بتونه این گرما رو تأمین بکنه. خب اممون مجهوله، سیمون 4200، دلتا تتامون 0 منهای 100. به لحاظ اندازه‌ای این چه مقدار گرماه؟ این ام ضرب در 4200 ضرب در 100، این گرماییه که اینجا تولید میشه. این دوتا رو چیکار میکنیم بچه ها؟ مساوی قرار میدیم. این دوتا که مساوی قرار داده بشن، از دو طرف میتونیم از هر جمله 4200 چیکار کنیم؟ ساده کنیم. اون بر میشه 16.5 برابر میشه با 100 ام، از اینجا ام ما به دست میاد 16.5 تقسیم بر 100 یعنی 165000 کیلوگرم یا 165 گرم. سوال بعدی، در گرماسنجی که ظرفیت گرمایی آن ناچیز است 500 گرم یخ با دمای منفی 6 درجه سلسیوس وجود دارد. اگر یک گرمکن الکتریکی که توان آن 750 وات و بازده آن 80% است درون یخ قرار گیرد، پس از 122.5 ثانیه چند گرم یخ در گرماسنج باقی می‌ماند؟
خب بچه ها، اولا اینکه گفته گرماسنج ظرفیت گرمایش ناچیزه، منظورش اینه که تو تبادل گرمایی که اینجا ما داریم گرماسنج نقشی نداره و فقط با همون یخ و گرمایی که گرماسنج به ما میده کار داریم. خب ما باید ببینیم که چند گرم یخ ذوب میشه، باید ببینیم چند گرم یخ ذوب میشه تا بتونیم ببینیم که چقدر باقی میمونه. خب این گرماسنج ما توانش چقدره؟ 750 واته. ما مقدار گرمایی که گرماسنج به ما میده PT هست. PT مقدار گرمایی که گرماسنج میده که باید ضرب در راندمان بشه ببینیم که کلن چقدر گرما به ما میده. مثلا فرض بکنید PT عددیه، راندمانمون هم که 80%، یعنی 80% اون PT برای ما مفید خواهد بود و باعث ذوب کردن یخ میشه. پس راندمان PT مقدار گرماییه که این گرم کن به ما میده. یعنی چی شد اینجا؟ 80% PT. پیمون هست 750 و تیمون هست 122.5. پس این چی شد؟ این شد گرمایی که گرماسنج به ما میده. ما میخوایم چی بشه؟ میخوایم این یخ منفی 6 ذوب بشه. بچه ها کل این یخ منفی 6 باید تبدیل بشه به یخ 0 درجه. بعد اینجا بخشی از یخ ذوب می شود، ام گرم ذوب می شود و تبدیل میشه به چی؟ به ام گرم آب 0، چون خودش گفته چند گرم یخ در گرماسنج باقی میمونه. پس همه یخ ذوب نمیشه، همه یخ به یخ 0 تبدیل میشه ها، منتها همش ذوب نمیشه، ام گرمش ذوب میشه. پس اینجا ما یه ام سی دلتا تتا داریم، اینجا هم یه ام ال اف داریم. این در واقع ام کله. جرم کل یخمون چقدره؟ 500 گرم یخه. پس اینجا میشه نیمه ضرب در 2100 ضرب در 0 منهای منهای 6. اینجا چی؟ اممون ام مجهوله، مقدار ام ذوب شده است، ضرب در 336000. ببینید این ژول بر کیلوگرمه، این کیلوش اضافیه که در واقع باید ما اینو کیلو رو برداریم به جاش 3 تا 0 بذاریم که این کار رو انجام دادیم. این دو تا رو که باید جمع، این دو تا رو اگه جمع کنیم باید برابر با این قرار بدیم. در واقع پس اینجوری شد نیمه ضرب در 2100 ضرب در 6 به علاوه ام ضرب در 336000. خب از اینجا این اعداد رو محاسبه کنیم بره اونور کم شه، تقسیم بر 336000 بشه، جرم رو ما 200 گرم به دست میاریم. 200 گرم یخ ذوب شد، این ذوب شده است. چقدر باقی موند؟ قبلا چقدر بود؟ 500 تا 200 تاش که ذوب بشه چقدر باقی میمونه؟ 300 گرم. در واقع ام باقی مانده به علاوه ام ذوب شده میشه ام اولیه که با یه کم کردن ما جرم یخ باقی مانده رو به دست آوردیم. خب بچه ها من میخوام یه سوال حل کنم و در قالب این سوال یک نکته خیلی مهم در رابطه با دمای تعادل به شما بگم. سوال رو دقت کنید، گفته 300 گرم آب 10 درجه سلسیوس را با 400 گرم آب 40 درجه سلسیوس مخلوط میکنید. الف، در صورتی که دمای تعادل 30 درجه سلسیوس شود سیستم با محیط چقدر تبادل گرما داشته؟ اگر دمای تعادل 20 درجه شود چطور؟ خب در واقع دو جور سواله، دو تا سوال رو میخوایم حل بکنیم. توی اینجور سواله دمای تعادل این سیستممون، یعنی این دو تا آب با محیط هم تبادل گرمایی دارن. خب بریم ببینیم قرار دمای تعادل بشه 30. بریم ببینیم این آب 10 درجه چقدر گرما گرفته رسیده به 30، این آب 40 درجه چقدر گرما از دست داده رسیده به 30. Q1 مقدار گرمایی که
این آب 10 درجه گرفته تا رسیده به سی چقدر میشه؟ MC دلتا تتا جایگذاری میکنیم 300 گرم میشه 3 دهم کیلوگرم ضرب در 4200 ضرب در 30 منهای 10 که میشه 20. بچه چون من میخوام خیلی این محاسبات رو انجام ندم، با 4200 مضربی از 4200 میخوام کار بکنم، این دوتا رو فقط در هم ضرب میکنم که میشه 6 تا 4200. Q2 البته بچه این چی شد؟ مثبته، درسته؟ چون گرما گرفته. Q2 گرماییه که این آب 40 درجه از دست داده تا رسیده به C. خب این هم همون MC دلتا تتا جایگذاری میکنیم، چقدر؟ 14 کیلوگرم ضرب در 4200 ضرب در 30 منهای 40 که میشه منهای 10، پس اینم 10 در این ضرب میشه، میشه منهای 4 تا 4200. بچه این دوتا گرما رو ببینید، این گرمایی که جسم یک گرفته تو این سیستم و این گرمایی که جسم دو از دست داده. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی این دمای تعادلمون 30 بشه، ما این 4 تایی که این از دست داده، خب داده به این 4 تا 4200، 2 تا 4200 از کجا آورده؟ از محیط گرفته. پس به اندازه 2 ضرب در 4200 جول گرما، در واقع سیستم گرما از محیط گرفته است. محیط به این سیستممون گرما داده، این سیستم ما از طرف محیط به اندازه 2 تا 4200 یعنی 8400 جول گرما گرفت. خب بچه ها یه نکته ای میخوام به یه رابطه برسیم. این Q1 Q2 رو که جمع میکنیم، جمع جبری یعنی با علامت جمع میکنیم، باید چی بشه؟ قبلا که ما اتلاف نداشتیم، یعنی تبادل گرما با محیط نداشتیم، قبلا اینجا رو میگفتیم چی؟ میخواستیم دمای تبادل پیدا کنیم، اینو میگفتیم صفر. الان این دوتا رو جمع جبری کنید میشه مثبت 2 ضرب در 4200، یعنی دقیقا همون مقدار گرمایی که از بیرون گرفته جسم ما، این سیستم ما از بیرون گرفته. پس مساوی میشه با کیوپریم، نامگذاری میکنیم به این کیوپریم، میگیم گرمای مبادله شده. الان مثبت نشون میده که سیستم ما از محیط گرما گرفته. پس موقعی که مثبت باشه یعنی سیستم از محیط گرما گرفته. در مورد منفیش میخوایم تو قسمت B سوال صحبت بکنیم. دقت بکنید بچه ها، قراره دمای تعادلمون حالا بشه 20. Q1مون چقدره؟ Q1مون قراره این 3 دهم ضرب در 4200 ضرب در 20 منهای 10 که میشه 10. این در واقع میشه 3 تا 4200، مثبت 3 تا 4200. Q2مون چی؟ Q2 ما میشه 4 دهم ضرب در 4200 ضرب در 20 منهای 40 که میشه منهای 20. خب این دوتا هم ضرب بشه میشه 8، میشه منهای 8 تا 4200. بچه ها این جسم ما برای اینکه برسه به دمای 20، جسم دومون 8 تا 4200 گرما از دست داد، اون یکی جسممون چقدر گرفته؟ 3 تا 4200. پس این 5 تا 4200 چی شده؟ از سیستم به محیط رفته. این منفی 5 تا 4200 رفته به محیط. پس باز هم همون رابطه رو داریم، نگاه کنید Q1 به علاوه Q2 برابر با Q'. خب این دوتا رو نگاه کنید، مثبت 3 تا 4200 منهای 8 تا 4200 چقدر میشه؟ منهای 5 تا 4200. در واقع کیوپریم ما چقدر شد؟ کیوپریم ما شد منفی 5 تا 4200. منفی نشون میده که سیستم ما به محیط گرما داده. پس دقت بکنید اون جمله رو توی رابطه که اونجا نوشتیم من کامل کنم. گفتیم مثبت موقعی که سیستم از محیط گرما گرفته باشه، منفی موقعیه که سیستم به محیط گرما داده باشد.
در واقع سیستممون گرما از دست داد منفی، موقعی که سیستممون گرما گرفت مثبت، موقعی که هیچ تبادلی با محیط نداشت صفر در نظر میگیریم. خب این سوال حل کنیم. گفته 200 گرم آب 15 درجه سلسیوس را با 300 گرم آب 35 درجه سلسیوس مخلوط میکنیم. در صورتی که 14700 جول گرما به محیط داده شود، دمای تعادل چند درجه خواهد بود؟ بچه ها ببینید، ما گفتیم Q1 به علاوه Q2 برابر میشه با Q'. Q1مون میشه 2/10 ضرب در 4200 ضرب در تتای منهای 15، دمای تعادل یعنی دمای ثانویه منهای دمای اولی. به علاوه Q2مون چی؟ Q2مون 300 گرم یعنی 3/10 ضرب در 4200 ضرب در تتای منهای 35 مساوی با کیو پریم چقدر میشه؟ بچه ها 14700 جول گرما به محیط داده شده، سیستم گرما از دست داده به محیط، پس میشه منفی 14700. بچه ها 14700 3.5 ضرب در 4200. خب الان تو هر جمله ما یه 4200 داریم، توی همه این جمله ها میتونیم 4200 از هر جمله چیکار کنیم؟ ساده کنیم، بعد محاسبات رو انجام بدیم. 2/10 ضرب در تتا میشه 2/10 تتا، 2/10 ضرب در 15 میشه منفی 3، به علاوه 3/10 تتا منهای 10.5، 3/10 ضرب در 35 میشه 10.5، برابر میشه با منفی 3.5. خب این میشه نیم تتا منفی 3 منهای 10.5 منهای 13.5، بره اونور مثبت 13.5 منهای 3.5 میشه مثبت 10. 10 تقسیم بر نیم هم میشه 20 درجه سلسیوس.